در اوساکا حلال. بازار حلال با توجه به افزایش تقاضای جهانی چنان رونقی یافته که حتی در خیابان‌های بودایی نشین بانکوک هم غذای حلال طرفداران زیادی پیدا کرده. بیشتر تایلندی‌ها طرفدار غذای حلالند. فروشندگان غذاهای خیابانی و رستوران‌های حلال در تایلند بیشترین مشتری‌ها را دارند. مردم معتقدند غذای حلال هم بهداشتی و سالمه، هم خوشبو و خوش‌طعمه. کشوری بودایی که حالا با رونمایی از برنامه 4 ساله در پی سرمایه‌گذاری که الان در بازار روبه رشد حلاله، به طوری که با تولید 166,000 محصول حلال در جنوب شرق آسیا بعد از مالزی و اندونزی مسلمان نشین در ردیف سومین صادرکننده بزرگ محصولات حلال قرار گرفته. فقط در بخش صادرات غذای فراوری شده حلال ارزش صادرات سالانه تایلند به 470 میلیون دلار رسیده. البته با همکاری دانشگاه علوم حلال قرار میزان این نوع صادرات رو تا 25 برابر یعنی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار ارتقا بدیم. این در حالیه که بر اساس آمارهای رسمی گمرک تایلند طی یک سال اخیر ارزش صادرات محصولات حلال این کشور شامل شکر، برنج و مرغ منجمد به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده. اروپا در حال حاضر بیش از 20 میلیون مسلمان داره که توان خرید خوبی دارن. تایلند با بهبود و توسعه زیرساخت‌های حلال برای به دست گرفتن این بازار پرسود خیز برداشته. فرایند تولید و فراوری محصولات غذایی حلال در تایلندی که حدود 10% مسلمان داره مطابق با معیارها و اصول شریعت اسلام تحت نظارت انجمن اسلامی این کشور انجام میشه. تایلند علاوه بر تامین نیازهای داخلی حالا با صادرات مواد لبنی، گوشت، نوشیدنی و سایر محصولات حلال سعی داره نام خودش رو در ردیف صادرکنندگان عمده صنعت حلال ثبت کنه. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.